خب حالا ببینیم که این گنجی که به اصطلاح نادرشاه از هندوستان آورد چه اتفاقی براش افتاد. نادرشاه این گنج رو با همون اسب و شتر و اینجور وسایلی که در اختیارش بود همه رو برد به طرف شهر کلات. کلات یک به اصطلاح دهکده الان یه دهکده شهرستانی هستش شمال خراسان نزدیکای مشهد. اونجا یک به اصطلاح قلعه هست که خیلی دسترسی به اون قلعه مشکله. یک مکانی تو اون قلعه یه غاری هستش که تو اون غار با خیلی زحمات زیادی گنجا رو به اون قلعه در کلات و به اون غار داخل اون قلعه منتقل کرد و در یک صندوق خیلی عظیمی جا داد و یک کلیدش رو خودش برداشت، یک کلیدش هم داد به نگهبان اون قلعه در کلات. خب تا اینجا گفتیم. بعد این از این طرف هم شنیدیم که برای گرفتن مالیات این استاندارا و اینا رو همه رو فرستاده بود این ور اون ور و تصمیم گرفتش که برادرزاده خودش رو به نام نادرقلی به نام ببخشید علیقلی نادرقلی پسر علیقلی میشد برادرزادش تصمیم میگیره که برادرزادش علیقلی رو بفرسه به سیستان چون در سیستان اونجا مالیات پرداخت نمیکردن نداشتن. این تصمیم میگیره که علیقلی رو بفرسه به سیستان. علیقلی هم که اونم از برادرزاده نادر و از خاندان افشار بود وقتی که به سیستان میرسه میبینه که مردم ندارن پول مالیات پرداخت بکنن. از یه طرف هم نادرشاه گفته بود تا زمانی که تو مالیات رو دریافت نکنی من ما همدیگر رو نخواهیم دید. چیز علیقلی خان وضعیت رو برای نادرشاه تعریف میکنه میگه که مردم ندارن بدن. میگه که من نمیفهمم این حرف رو، اگه مردم هم نداشته باشن بدن تو عجیب خودت باستی این مالیات و این پولا رو پرداخت بکنی و اینا. به هر حال علیقلی هم تصمیم میگیره که چیز خودش هم خیلی آدم چیزی بوده، بالاخره سرداری بوده و یه عمر جنگ کرده بوده در کنار نادر و آدم خیلی قلدری بوده، تصمیم میگیره که یواش یواش کلک نادر رو بکنه، یعنی بکشتش نادر رو. این همزمان بله همزمان این در قوچان یک به اصطلاح آشوبی میشه و اونجا چیز مردم اون شهر هم نه تنها مالیات پرداخت نمی کنند بلکه چیز به اصطلاح اون شهردار قوچان رو یعنی نماینده نادرشاه رو میکشن. وقتی که این خبر به گوش نادرشاه میرسه
نادرشاه اول خیال داشت که یکی از سرداراش رو بفرسته به قوچان که مردم قوچان رو یه گوشمالی بدن و خودش بره به طرف کلات با حرمسراش و با زن و بچه و نوه و ایناش. ولی اون شب سرداراش، یکی از سردارای خیلی نزدیک بهش که افغانی هم اتفاقا بود، بهش میگه که چیز به نظر من این کار درستی نیست، تو قبل از اینکه بری به طرف کلات بیا مردم قوچان و گوشمالی بده و بعد برگرد برو کلات، برو کلات. نادر شاه خیلی دودل بود، نمیدونست بره کلات یا نره و برای اولین بار سربازای خودش، ارتش خودش پی برده بودن به این دودلی نادر شاه. شب دستور داده بود که همه حرکت کنن به طرف کلات. صبح که اخواب پاشدن دیدن که نه، همه بایستی بعد خلاف جهت برن به طرف قوچان. توی این ارتش نادرشاه 4 نفرم بودن که از طرفدارای علی قلی خان بودن که این ها خائن بودن، یعنی خب طبیعیه دیگه. علی قلی خان با این 4 نفر در تماس بوده و از وضعیت ارتش نادرشاه خبر داشته و پیش خودش میگه که ما بایستی یه نقشه بکشیم که نادرشاه رو بکشیم موقعی که تو قوچانه. اون روز و خود علی قلی هم تصمیم میگیره که 4 نعل بکوبه از سیستان بره به طرف قوچان تا شب به اصطلاح قتل نادرشاه اونجا حضور داشته باشه. و نقشه‌شون هم اینطوری بوده که وقتی که نادرشاه میرسه به قوچان این 4 نفر آتش قوچان رو آتش بزنن و اون شب برن سراغ نادرشاه.